با سلام خدمت شما هموطنان خوبم، امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. عرضم به حضورتون که در هفته‌ای که گذشت تماس‌های زیادی داشتیم، چه از طریق ایمیل و چه از طریق تلفن، و با محبت‌های خودشون، اظهار محبت‌های خودشون و حمایت‌های خودشون نسبت به کنگره و طرح کنگره ما را در هدفی که داریم مصمم‌تر نمودند. و ضمن اینکه دوستانی اعلام پشتیبانی و حمایت کردند که این باعث بسیار مایه سرافرازی و خوشحالیه، اما سوالاتی هم کردند و توضیحات بیشتری خواستن از ما در رابطه با صحبتی که هفته پیش داشتیم در رابطه با تفاوت میان آلترناتیو و اپوزیسیون، و دوستانی بودن که اشاره میکردن که اگر یک تشکل سیاسی با یک وحدت نظری، هم چندین تشکل سیاسی با یک وحدت نظری، به فرض جمهوری خواه، اتحاد جمهوری خواه، هم دور هم تشکیل یک اساسنامه‌ای بدن، آیا باز هم نقش اپوزیسیون دارن و یا میتونن به مساوی پارلمان عمل کنن؟ عزیزان، تفاوت بین خواسته های یک آلترناتیو و خواسته های یک اپوزیسیون رو در هفته پیش شرح دادم. بحث بر این نیست که یک تشکل یا چندین تشکل گرد هم بیان و اساسنامه رو ارائه بدن. مهم اینه که در ورای این اساسنامه پیش شرط رسیدن به این خواسته ها چیه؟ پیش شرط رسیدن به این خواسته ها، پیش شرط اتحاد برای رسیدن به این خواسته ها این خواسته هاست و یا نه؟ اصل مهم سرنگونی و آزادیه. اصولا یک آلترناتیو از اظهار نظر در و موضع‌گیری نسبت به مقولاتی که نیاز به رفراندوم داره خودداری میکنه. یعنی به واقع وظیفه آلترناتیو اظهار نظر و موضع‌گیری نسبت به مقولاتی که نیاز به رفراندوم و انتخابات ملی داره هست. به واقع باید سعی و تلاشش این باشه که وارد این مقولات نشه و اصل رو بذاره روی اون وحدت ملی. وحدت ملی برای پیشبرد امر سرنگونی و استقرار آزادی، و اینو باید کلید اتحاد بدونه برای رسیدن به سرمنزل مقصود. در ورای تعلقاتی هم که داره، مسلمه یک آلترناتیو متشکل از تمامی نظرگاه‌های مختلفه و مسلمه که رو هوا که نیست، برای خودش یه ایدئال‌هایی داره، نظریاتی داره، آرزوهایی داره، اما مهم اینه که این آرزوها رو پیش شرط اتحاد قرار نمیده. اینجاست که کلید فرق بین آلترناتیو و اپوزیسیون برای ما روشن‌تر میشه. دیگه عرضم به حضورتون که سوالاتی کرده بودن، که سوالات ماشاءالله این هفته خیلی زیاده و نقدهایی هم داشتیم، نقدهای چجوری بگم، نقد سیاسی نبوده، تخلیه حب و بغض و کینه بوده که من تعجب میکنم از این شیوه برخوردی. اما چیزی که برای من محرزه اینه که ما وقتی که در ایران هستیم میزان ادعاهامون بسیار ناچیز و پایینه و میزان پرداختی که باید برای آزادی به پردازیم بسیار بالاست، چون زیر تیغی. اما هر کیلومتری که از ایران دور میشیم به میزان ادعاهامون افزوده میشه و
بهایی رو که باید برای آزادی پرداخت کنید کم میشه. حالا تصور بکنید که از ترکیه همینطور میام اروپا، از اروپا میام آمریکا. اون کسی که اون گوشه کنج آمریکا یعنی لس آنجلس نشسته، میزان ادعاهاش چقدر بالاست؟ میزان پرداخت بهایی رو که باید برای آزادی بپردازه چقدر پایینه نسبت به اونی که در ترکیه زیر تیغ باز دشمنه؟ پس نگاه کنید، مخالفت با نظام معیار سنجش افراد نمیتونه باشه. همه ادعاها رو که سرجمع کنید، تازه یه طرف قضیه است، اما مهم اینه که برای این ادعاها چقدر حاضرید پرداخت کنید، چقدر به چه میزان حاضرید پرداخت کنید. من قضاوت رو میذارم به عهده خود شما عزیزان تا بعد بپردازیم به ادامه پاسخهای ما به پرسشهای شما عزیزان که در طول هفته برای من از طرق مختلف ارسال کردید. بریم این تماس تلفنی رو که از خود آمریکاست و توسط یک خانم روی تلفن من پیام گذاشتن بشنویم و بعد بریم ادامه برنامه رو با هم بریم. Hello. آقا شما الان در این تلویزیون مردم صحبت کردید و دولا شدید، تعظیم کردید به آقای سوربی. خب این منش شماست و این رویه شماست. شما بعد من چطور میتونم به شما اعتماد کنم؟ شما رول بازی میکنی. شما که عادت داری تعظیم بکنی به دروغ، و دروغ گفتی انقدر الان توی این تلویزیون، قابل اعتماد نیستی. نوری علا هم بهتر همون نوره بفروشه توی شاب دلازیم و دروغ کمتر بگه. بی سواده، وطن فروشه، خودش و زنش، بره جز همون کمونیستایی که بوده و تودهی هایی که بوده. ملت ایران رو بیشنزیم فریب ندید، رول بازی نکنید. اونجا سینما نیست. ملت ایران سینما رو به نوع دیگری میبینه. نمیتونم بهتون بگم خدا نگهدارتون باشه، نه، امیدوارم طبیعت، پروردگار، ملت رو از شر شما دروغگوها نجات بده. همونطور که خودتون شنیدید، ما دلایلی بر رد صحبت‌های اون هفته من از این خانم نشنیدیم. نمیدونم هفته پیش من چه دروغی نثار شما عزیزان کردم که بنده رو دروغو خطاب میکنم. اگر تعظیم کردم، این تعظیم فرهنگی بوده که از گذشته به ارث رسیده به ما، خوب یا بد، اما من با خلوص نیت این کار رو انجام دادم. کرنش کردن، تعظیم کردن، چاپلوسی و تملق همه میراث‌های آن دوران است. اما من یه چیزی رو نفهمیدم و تعجب میکنم که ضدیت این خانم با تفکراتی که من فکر میکنم وابستگی به نظام گذشته داشتن چه رابطه ای داره با حزب توده و چه ضدیتی با حزب توده ایشون دارن. حزب توده برای هر کی خیانت کرد، اما برای شما خوب بود، بد نبود. حزب توده حداقل 25 سال عمر اون نظام بیشتر کرد، همون گونه که خاتمی عمر این نظام 8 سال خرید و زیاد کرد. حزب توده هم با پشت کردن به نهضت ملی مصدق کبیر و
خیانت و سکوتش در 28 مرداد 32 25 سال برای آن نظام عمر خرید. و فراموش نکنیم در دستگاه نظام پادشاهی سابق اعضای حزب توده نفوذ شدیدی داشتند، نیکخواها، جعفریانها، قطبیها، که خط میدادند، سمت و سو میدادند به سیستم، به موازات آنکه آخوندها در آن نظام حضور خودشونو به شکل غیر علنی نفوذ خودشونو نشون میدادن. حزب توده هم گمان میکنید که لو رفتن خانه های تیمی در تا مقطع سال 54 که آخرین خانه تیمی متعلق به حمید اشرف بود از اعضای سازمان چریکای فدایی خلق توسط چه کسانی بود؟ حزب توده، آره، همونطور که نقششو در پیش از انقلاب خوب ایفا کرد، در بعد از انقلابم برای خمینی خوب ایفا کرد. اما دشمنی شما با حزب توده رو من نمیفهمم. همان گونه که دشمنی آقای گنجی رو با این رژیم نمیفهمم. ما گفتیم که کنگره به مثابه پارلمان در تبعیده، متشکل از نمایندگان مردم میبایست باشد. حرف بی ربطی نزدیم. کنگره به مثابه پارلمان در تبعید متشکل از نمایندگان مردم میباشد. اما اگر در دوران دیکتاتوری مردم به نمایندگان خودشون دسترسی نداشته باشند چه باید کرد؟ پس کنگره وقتی میگیم از پایین به بالاست، یعنی در شرایطی که مردم دسترسی به انتخاب نمایندگان خودشون برای حضور در این کنگره نداشته باشن، این کنگره با خود مردم تشکیل میشه. اما اگر کسانی ادعا دارن که نماینده بخشی از جامعه میباشن، نماینده بخشی از مردم میباشن، قلبشون روی چشمان ما تشریف بیارن، در این کنگره عضو شون. اما برگردیم به صحبت قبلمون که با سوالی که یکی از هموطنان کرده بی ربط نیست. آن این است که آیا شاه سکولار بود و یا خیر؟ شاه سکولار نبود، نه. شاه تعلقات دینی و مذهبی داشت. به گواه تاریخ و اسنادی که موجوده، وقتی که دو بار ترور نافرجام شد گفت من نظر کرده هستم، امام رضا شفاعت مرا کرده است. به یاد بیاوریم سینه زنی شاه در مسجد سپهسالار آن زمان در ماه محرم. به یاد بیاوریم حضور آخوندها را به دربار و دستبوسی آنها در روزهای اعیاد، اعیاد مذهبی و ملی، و لطفی که آخوندها نسبت به لطفی که شاه نسبت به آخوندها داشت، نمونهاش فراوان است. بارسترینش تبعید خود خمینی به ترکیه بود. اگر نصف آن کاری رو که خمینی کرد هر جریان سیاسی غیر اسلامی کرده بود، سرش بالای دار بود. در شرایطی که نیروهای مترقی، آزادی خواه و دموکرات رو در زندانها به حبس میکشیدند، اعدام میکردند، به اعترافات ساختگی وادار میکردند، آخوندی مثل خمینی رو تبعیدش میکردن. در جامعه‌ای که
ناصر مکارم شیرازی علنا فعالیت میکرد، جزوه‌ای به نام مکتب اسلام رو چاپ میکرد و در دسترس دانش آموزا بچه ها قرار میداد. و به یاد بیاوریم مدرسه حقانی در زمان همین شاه بازگشایی شد و شروع به فعالیت کرد، که از درونش همین آخوندهایی که الان در رأس حاکمیت هستند تولیدات این مدرسه میباشند. و به یاد بیاوریم توصیه شاه به رئیس جمهور فرانسه که از آقای خمینی خوب پذیرایی نمایید. اگر به ایشان فشاری و یا تضییقاتی بشود، دولت و ملت ایران شما را نخواهند بخشید. و به یاد بیاوریم پیام شاه که گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم. و به یاد بیاوریم خروج شاه، خروج نابهنگام شاه در شرایطی که کشور در تب یک انقلاب میسوخت و خود شاه هم اذعان داشت که من صدای انقلاب شما را شنیدم. و در این شرایط حضور رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی در آمریکا، که می توانست نقش کلیدی در این شرایط ایفا کنه به عنوان ولیعهد و به عنوان جانشین، خروج شاه به این معنا که خمینی شرط آمدنش را خروج شاه اعلام کرد. علنا گفته بود که تا شاه نرود من نمی آیم، و شاه رفت که خمینی بیاید. و خروج شاه در شرایطی که تا آخرین روز خروجشون یک زندانی سیاسی رو آزاد نکرد که بتونه تا عادل قوا رو بچرخونه به نفع مردم. اما آن چیزی که مشخص است آن است که همه اقتدارگرایان، همه قدرتمداران در هر شرایطی که قرار دارند سه گزینه دارند: یا جنگ، یا مماشات، و یا رو آوردن به حمایت کردن از مردم و مقاومت واقعی مردم و نیروهای بالنده آن جامعه. همان گونه که امروز برای آمریکا سه گزینه موجود است در برابر این رژیم: یا باش بجنگه، یا باش مماشات کنه و مذاکره، یا نه رو بیاره به حمایت از مردم، به حمایت از عنصر سرنگون طلب. برای شاه ایران هم آن روز سه گزینه موجود بود: یا با این نیروی ارتجایی که در حال خودش پرورنده بودش، خودش رشدش داده بود، خودش بزرگش کرده بود، خلق و سائه متولد نشده بود، یا باید در برابرش می جنگی همونطور که یک تیمسار ارتش بودی این پیشنهاد رو به شاه داده بود که بریم آسمون قوم بمبارون کنیم، یا باید باش مماشات می کرد، یا نه درهای زندانها رو باز می کرد، نیروی بالنده رو اختیار بهش می داد، کاری رو که بعد اول میکرد آخر نمیکرد. اول با ازهاری و شریف امامی آغاز کرد، با بختیار آغاز میکرد، و این توطئه رو از جانب هر کس که بود خونسا میساخت. نیروهای بالنده، نیروهای سیاسی و مبارز رو، فرزندان مبارز آزادی خواه ملت رو آزاد میکرد، بهشون امکان رشد میداد. مسلماً این توطئه کثیف خونسا میشد و میتوانست خود را تثبیت نماید، چون ایران نیاز به یک اصلاحات داشت، نه انقلاب، آن هم انقلابی از نوع آخوندی. اما این تصمیم، این انتخاب رو باید شاه میگرفت. به نظر شما کدام انتخاب رو انجام داد؟ جنگید؟ نه.
حمایت از مردم و فرزندانشون کرد؟ نه، مماشا کرد، میدون خالی کرد، رک و پوست کنده میدان را خالی کرد. بیمار بودید، تشریف داشتید در اون شرایط، برایتان پزشکان حاضق می آوردند در ایران. میخواستید تشریف ببرید، فرزندتان را طی مراسمی همچون پدرتان به جای خود می گماردید. میدان را خالی کردید و ملتی را به مسلحگاه کشاندید. اگر سال 57 را معدل گیری کنیم، بگیم که نقش قدرت‌های خارجی در بروی کار آمدن خمینی، نقش مردم، نقش نیروهای روشنفکر و نقش شاه کدامین بیشترین تأثیر را در روی کار آمدن خمینی داشت، به نظر شما کدام را میتوان بیشترین معدل را داد؟ از نظر من شاه، از نظر من شاه، نه آنکه نقش دیگران را کم رنگ کنیم. بله، سکوت روشنفکر یا همراهی کردن روشنفکر با یک انقلابی که فوخالی بود، سخت بود، عمق نداشت، رهبریش فردی مرتجع بود، سکولار نبود، مؤمن بود، بله، همراهی کردن مردم با این حرکت و خیزش تأثیر داشت، بله، اما اینا همه دلیل داشت. مردم وقتی در ناآگاهی مطلق قرار میگی به لحاظ سیاسی، این ملت آسیب پذیر میشن، با هر بادی میلرزن. وقتی که توضیح المسائل خمینی رو از چشماشون دور میکنی، تکثیرش نمی کنی در ابعاد وسیعی که بخونن و بخندن، نتیجهش این میشه از یه مرتجع بت میسازی. آسیب پذیر میشن، مقصر نیستن. اگر قدرت های خارجی پشت خمینی اومدن، منافع ملیشون ایجاب میکرد. تحلیلشون در اون شرایط این بود: یک سپر دفاعی در برابر کمونیسم شوروی، چون خمینی تمام اون وجوهات و خصوصیات رو داشت. ضد کمونیسم بود، ضد نیروهای انقلابی و مترقی بود، مرتجع بود، ضدیتش هم با آمریکا از موضع ارتجاعی بود، نه از موضع مترقیانه بود، همونطور که ضدیتش با شاه هم از موضع ارتجاعی بود، نه از موضع ترقی خواهانه. که آقا چرا شما به زنها اجازه رأی دادن میدید؟ چرا دخترها رو میفرستید تو روستاها سپاه دانش بشن؟ چرا خانم فرخو پارسا رو وزیر آموزش و پرورش کردید؟ چرا با اسرائیل رابطه دارید؟ جنس مخالفت خمینی با شاه اینا بود. اصلا خمینی اصلا خانه سرنگونی شاه نبود. خب نیروهای بیگانه منافع ملیشون ایجاب میکرد، منافع سیاسیشون ایجاب میکرد، مردم ناآگاه بودن، اینا همه قابل توجیه. نیروی روشنفکر تحلیل درست از شرایط مشخص نداشت، ضدیت با شاهش باعث میشد که خودشو تعیین تکلیف کنه. پیش خودش میگفت که خب اگر من از این حرکت حمایت نکنم، از کی باید حمایت کنم؟ شق دومش اعتقاد داشت پس باید از شاه حمایت کرد، نمیدونست که باید روشنگری کنه. در این شرایط
اما مماشات شاه رو من نمیفهمم. چرا؟ یعنی شاه ما اینقدر سواد و نگرش سیاسی نداشت که بدونه که خمینی کیه؟ اینقدر تحلیل سیاسی نمیتونست داشته باشه از خودش؟ البته این صحبت ها برای روشن شدن ذهن این جوان ها این دوره است که سره رو از ناسره تشخیص بدن و این بت‌سازی های کاذبی که به وجود اومده در این سالها براش روشن بشه که شاه مماشات کرد و میدون رو خالی کرد به نفع کی؟ تاریخ ثابت کرد به نفع خود و خانوادش. چرا؟ در این 32 سال رژیمی که تونست آقای بختیار رو ترور کنه، رژیمی که تونست بسیاری از عناصر سرنگون طلب مترقی آزادی خواه رو در سراسر جهان ترور بکنه، نمیتونست به خانواده پهلوی ضربی بزنه؟ سلامت. چرا نکنه؟ از خودتون بپرسید. من از اظهار نظر خودداری میکنم، اما در پاسخ به آنانی که سوال کردن آیا شاه سکولار بود، نه خیر آقا، قانون اساسی ایران اعیاد مذهبی رو به عنوان روزهای تعطیل رسمی اعلام میکرد. و بسیاری از قوانین جزایی، قوانین مدنی، قوانین طلاق و ازدواج منبع و مأخذش اسلام بود. و آنگونه تعریفی که از سکولاریسم داریم که جدایی دین از حکومت، اینگونه نبود. به این شکل که آخوندیسم و یا اسلام ارتجاعی، نه اسلام سیاسی، نفوذ و تسلط خودشو روی ارکان جامعه داشت. بی‌جهت نبود که در شهری مثل قم یک سینما وجود داشت که اون هم آتش زدن. وقتی که دولتی نتونه در یک شهر مراکز تفریحی تأسیس کنه، راه اندازی کنه، این قدرت رو در خودش نبینه، در شهرهای مذهبی دست به تأسیس سینما، تئاتر، مراکز تفریح بزنه، یعنی برای این جامعه یک مذهب و یا یک ایدئولوژی و یا یک تعلق به شکل نامرئی حضور داره، تسلط داره، به هم باج میدن، بدبستان دارن. یعنی میگه اگه میخوای من نرم بالای منبر علیت حرف بزنم، مردم رو بشورونم علیهت، فهم با من کنار بیا. به یاد بیاوریم که اول انقلاب لیست دقیقا چند هزار نفره، تعداد دقیقش رو من نمیدونم،
آخوندهایی که از سواک جیر مواجب میگرفتن، حقوق میگرفتن، یعنی سواکی بودن، در استخدام سواک بودن. اینا رو از نظرها دور کردن و فوری در حمله‌ای که به وزارت اطلاعات شد، سازمان امنیت شد، اینا رو کلن با توجه به اینکه مردم اصرار داشتن که این لیست رو افشا کنید، اما رژیم سریع اینا رو تارمار نابود کرد. یعنی به واقع اسلام آخوندی و توده‌ای ها به موازات هم از بعد از 28 مرداد نفوذ داشتند، پیشروی میکردند. بعد از سقوط دولت ملی دکتر مصدق، خط کاشانی ها رشد کرد، خط توده رشد کرد و در دستگاه نفوذ داشت و سیاست های خودش رو اعمال میکرد، سیاست های خودش رو اعمال میکرد، استیلا داشت. این امتداد پیدا میکنه تا انقلاب. بعد از انقلاب باز توده‌ای ها هم نوا با خمینی، آن را رهبر ضد امپریالیستی جهان و در همکاری مستقیم و تنگاتنگ با نظام جمهوری اسلامی قرار دارند. اینا حرفایی نیست که من دارم میگم، اینا اسناد تاریخی هستن. سوال کرده اند که اگر این رژیم برود وضع بدتر میشود. نه عزیزم، این چرندیاتیه که آخوندها خودشون سرهم کردن، همان گونه که آن نظام میگو اگر ما برویم ایران ایرانستان میشود. این گونه نشد. آیا من سوال میکنم بدتر از این رژیم در دنیا سراغ داری؟ بدتر از این یعنی چی؟ بدتر از این دیگه چیه؟ خمینی محصول یک دورانی بوده، دیگه آن دوران تکرار نمیشه. دوران دزدی از انقلابه، دزدی از دستاوردها و خونهایی که پای یک انقلاب نثار شد، دزدی و سرقت از آزادی خواهی مردم، از صدر مشروطه تا دوران مصدق تا این ور. این بستر براشون آماده بود، آماده شده بود. با پدیده ارتجاع حاکم در جامعه ایران که خفته بود، کسی تعیین تکلیف تاریخی که نکرده بود، هیچی باش مماشات کرده بود. این پدیده ارتجاعی، تفکر ارتجاعی حاکم در جامعه که امروز حاکمه و در دیروز بیرون از حاکمیت بود، باید یک روزی تعیین تکلیف تاریخی میشد، تعیین تکلیف سیاسی میشد. چرا؟ چون در طول تاریخ 100 ساله اخیر تمام شکست هایی که مردم از بابت مبارزات آزادی خواهانشون خوردن از جانب اینا بوده. بابا مردم که کم نذاشتن تو طول تاریخ، مردم که هر زمانی که خواستن اومدن تو خیابون از نثار خون دریغ نکردن. اگر رهبری زیرسلای هم بوده، کی این رهبر زیرسلا رو سرش زیر آب کرده؟ اگر مردم میگفتن مشروطه، اینا جماعت میگفتن مشروعه. خب این جماعت شاهان باهاشون مماشات میکردن، آنگونه نمی کردن که آتاتورک کرد، که ای کاش می کردن. تا رسیدن به مرحله‌ای که خودشان حاکم شدند و در حاکمیت قرار گرفتند.
اگر دیروز بخشی از جامعه ماهیت اینها را میدانست، مثل کسروی و کسان دیگر یا هدایت، امروز همه جامعه میدانند که اینها چه جانورانی هستند. جنبش آزادی خواهی امروز تعیین تکلیف با این جماعته. راه سخته اما سرنوشت سازه. کاری که باید 50 سال پیش میکردیم این نسل میکرد، به دوش نسل ما افتاده، آن هم در شرایطی که در حاکمیت هستند. اگر دیروز ساده بود کندن ریشه این جماعت، امروز سخت است اما شده نیست. آزادی که ما خواستارش هستیم احترام به همه نظریات و عقایده. نه آنگونه که این خانم در تماس تلفنیش ذکر کرد. آقای نوری علا برن قوره بفروشن در شاه بلازم. شرم کنید بابا، خجالت بکشید. این چه شیوه بیانیه؟ این چه فرهنگیه؟ با خودتون حمل کردید سالهای سال. من اصلا نخواستم که شما با من خداحافظی کنید. خدا نمیگویم خدا نگهدار شما. هم نگو 7 سال 21 سال. ملت ایران دست شما رو شناخته. دست کی رو شناخته؟ دست منو که از موقعی که چشم باز کردم بجز نکبت و تبعیض و خاری و ذلت و نابرابری ندیدم؟ یا دست آنانی که بوی سرنگونی هنوز به مشام نرسیده بود و مردم در خیابان‌های تهران خون می‌دادند، با کیسه‌های دلارهای 7 تومانی از کشور فرار کردند و اتراق کردند و امروز ادعای آزادی خواهی می‌کنند؟ کدام آزادی خواهی؟ آزادی خواهی را گفتیم تعریف کنید، زیرا که احمدی نژاد هم مدعی آزادی خواهی است. آزادی خواهی ما تحمل حتی شیطانه که حرفشو بزنه. گرد صحبت نکنید و کسی هم از کسی طلبکار نشه، و اگر قرار طلبکار باشیم مانیم. بدتر از این نظام جهان ندیده و نخواهد دیگر دید. هر کس بیاید با هر طول و عرض سیاسی، بدتر از این نظام نیست. اگر مردم خواستندش، قدمش روی چشم. رأی میزان رأی مردم است، بر اساس شعور سیاسی نه بر شور سیاسی. ما در این سالها از چیزی که رنج بردیم، ذکر مصیبت گویی و انعکاس خبرهای دشمن به شکل تحریف شده بود. یعنی فکر میکردیم وظیفه و رسالتی که برای خودمون قائلیم اینه. وقتی که از آخوند زده میشیم، جنایت آخوند رو میریزیم به پای اسلام. اما نمیگیم بابا همین اسلام در اندونزی هم هست، بزرگترین کشور اسلامی جهان، و چه مشکلی مردم با اون دارن. وقتی میخوایم توجیه کنیم بی عملی سیاسیمونو، میریم تو گورستانهای تاریخ دنبال استخون مرده ها، میچسبیم
زنده کردن و شک دادن اون قهرمانان اساطیری. اسامیمون عوض میشه، و گمان میکنیم که هویت ملی خودمونو اینگونه باید بازیابیم. بابک بابک میکنیم، اما خودمون بابک نمیکنیم بشیم. آرش آرش میکنیم، اما از آرش شدن عبا داریم. کاوه کاوه میکنیم، اما از کاوه ها دور میشیم. و کوروش و داریوش میکنیم، اما اگه بدانیم که کوروش و داریوش که بودند و چه گفتند در آن هم در آن زمان، هویت فرهنگی خودمونو آنگونه به دنبالشیم که اسلام را یافتیم. بر بستر ناآگاهی، بر بستر بیسوادی، بر بستر شور، ضدیت هامون پایه های منطقی نداره، بر بغض و کینه و حقد و حسده. عشقامون هم همین شکل، دوست داشتنی هامون هم به همین شکل. بله، بگذاریم. در این هفته ما با بچه های داخل، عزیزانی که از داخل تماس داشتن زیاد بوده و همچنان تا دیروز که شنیدم که در دانشگاه های یزد، مشهد، کرمانشاه، بله، و یکی دو تا شهر دیگه اطلاعی های 16 آذر کنگره رو که کنگره در رابطه با برگزاری 16 آذر روز دانشجو اطلاعی صادر کرده بودن، در این دانشگاه ها پخش شده. بسیار سپاسگزاری میکنم از این عزیزان که صدای کنگره رو، که ندای آزادی است، به گوش این ملت میرسونن. اشاره کردم که کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران، دوباره تکرار میکنم، کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران به مثابه پارلمان در تبعید است، متشکل از نمایندگان منتخب مردم ایران. اما در شرایطی که مردم دسترسی به نمایندگان خود ندارند، انتخاب نمایندگان خود ندارند، کنگره تشکیل شده از خود مردم، حضور خود مردم، و هر نیرو و شخصیت سیاسی که مدعی نمایندگی بخشی از جامعه ایران است میتواند به عضویت این کنگره درآید، با التزام به دو اصل سرنگونی و آزادی خواهد، با هر تفکری که دارد. شرایط امروز ایران شرایط بسیار بغرنج و بحرانیه. نگاهی به لیبی کنید، نگاهی به مصر کنید، نگاهی به سوریه کنید، و نگاهی به عراق و افغانستان کنید.
همه اینها تجربیات و رهتوشه راه ماست. از همه این اتفاقات و بهارهایی که در این کشورها به وقوع پیوسته و تحولات و دیکتاتورهایی که سرنگون شدن و جاش چی اومده و چه مناسباتی حاکم شده، باید به عنوان تجربه و رهتوشه استفاده کرد. ما آخرینیم اگر اولی نبودیم. اما حسنش اینه که از تمام این تجربیات باید درس گرفت. پیش از این گفتیم که دیکتاتور حاکم در سرزمین مادری ما دیکتاتوری است غیر متعارف، پیکار با آن هم غیر متعارف است. شیوه های کلاسیک تأثیرگذار است اما جواب ندارد، تعیین کننده نیستند. این دشمن را میبایست دور زد، با زبان خودش با او باید سخن گفت. این دشمن باید میبایست به جنگ اندیشه رفت، با جنگ اندیشه سمت و سودار و درستش. مردم ایران امروز براشون توفیر نمیکنه که نام خلیج فارس خلیج پارس باشد یا فارس باشد، یا من در سخنانم بگویم بدرود یا سلام. برای مردم ایران امروز توفیر نمیکنه که آرامگاه کوروش سد سیون داره تهدیدش میکنه. مردم ایران آزادی میخواد. اگر می توانید در پیکار برای آزادی خواهی با این مردم همراه، هم قدم و یار باشید، بفرمایید. اما این فعالیت های محیط زیستی، فعالیت های حاشیه ای توجیهی است برای بیعملی سیاسی. درد مردم امروز ایران این نیست، این نیست، هرز رفتن نیروهاست این. و بنابراین ما امروز یک رسالت برای خودمون قائلیم، یک مسئولیت برای خودمون قائلیم. آنچه را که مردم از آن محروم شدن در این 33 سال، خواستند اما نیافتند را به آنها بدهیم، بسترش را برایشان فراهم کنیم، موانع را از میان برداریم. مانعش سرنگونی تام و تمام این نظام است، راه دیگر نیست. راه دیگر هرچه هست پرچونگی است، سفسطه بافی است و توته است. تکرار میکنیم، راه نجات مردم ایران نه از جنگ میگذرد نه از مماشات، و تنها و تنها و تنها حمایت از عنصر سرنگون طلب است. این عنصر سرنگون طلب رو نه پول بهش بدید، نه امکانات بهش بدید، میدان بهش بدید. میدان ابراز نظر، صداشو به گوش مردمش برسونه، به ملای خودش دسترسی پیدا کنه، به رسمیت بشناسینش، مشروعیت بهش بدید. به بحث های بیات و کهنه شده 32 ساله خاتمه دهید. به دنبال این نگردید که چه کسی مقصر بود، چه کسی نبود، چه کسی این رژیم رو روی کار آورد یا نیاورد. این بحثا تمام شدنی نیست.
بسپارید به تاریخ. تاریخ قضاوت خودش خوب میکنه. مردم بهترین قاضی هستن. به امروز نگاه کنید. دشمنی خفته در خانه، و برای ماندن و برای حفظ نظامش دست به هر جنایتی میزنه. در جنایتکاری مرز نمیشناسد، در خیانت مرز نمیشناسد. تنها یک فرمول را میداند: ماندن به هر قیمت. ماهیت دشمن امروز این است. این دشمن برای سرپا ماندن حاضر است نیمی از ایران را هم بفروشد تا بماند. این دشمن برای سرپا ماندن حاضر است نیمی از جمعیت ایران را بکشد تا بماند. در مقابل نیروی سرنگون طلب باید شعارش این باشد، خواستش این باشد: سرنگونی به حق من. این دشمن باید گورش را گم کند به هر قیمت، به هر بهایی. هستید در کنار من باشید. یک دعا، یک بدرقه راه هم برای ما کفایت میکنه. آزادی ایران تنها وظیفه مبارزین نیست. اگر هر کس ادعا دارد که ایرانیم و آن خاک خاک منم هست، در آزادی ایران مسئولیت دارد. نمیتواند بگوید بی تفاوتم. به من چه؟ این برازنده ایرانی امروز نیست. همه همدردیم با یک دشمن مشترک، درد مشترک. و عزیزان از داخل تماس گرفته بودن که کمک مالی به کنگره کنن برای توسعه خودش و پیشبرد کاراش، فعالیتاش. همطور که گفته بودن کنگره یک کودک هست، تازه متولد شده، با حرف تازه و راه تازه، و برای پیشبرد امر مبارزه نیاز به امکانات، نیاز به حمایت های شما داره. اما این به این معنا نیست که این کسی که لبه تیغه، همینقدر که برای ما داره فعالیت میکنه، برای کنگره داره فعالیت میکنه، شبنامه پخش میکنه که خودش یه عملیاته، برنامه های منو تکثیر میکنه، روی دیویدی رو پخش میکنه، کمک مالی هم بکنه. آن هم در این مزایده که وضعیت بنیه مالی بدی که در شرایط داخلی هست. اصلا کنگره هیچ نوع کمکی از داخل قبول نمی کنه و عزیزان دست به این کار نزنن. ما این انتظار و توقع رو از دوستانی که دست بر دور از دور بر آتش دارن داریم. از ایرانیان شریف و آزادی خواهی که از بنیه مالی خوبی برخوردارند می خواهیم که کنگره رو یار باشند، همراه باشند. ایران خانه آنها هم هست و مسلم بدونید که ایران آزاد خواهد شد، و چه خوب که در آزادی آن همه شریک باشید، همچون اعضای
یک خانواده. و من به واقع سوالاتی که در این هفته شده بود رو پاسخ دادم و لازم میدونم که یک توضیح بیشتری در رابطه با آلترناتیو و اپوزیسیون دوباره بدم. اپوزیسیون متشکل از یک جریان یا جریانات سیاسی متعددیه که حول یک خواسته مبارزه میکنن. ممکنه سرنگون طلبان هستن و برای رسیدن به این خواسته مبارزه میکنن. برای رسیدن جدا از بحث آزادی، جدا برای رسیدن به خواسته‌ای که نیاز به رفراندوم داره از پیش دارن مبارزه میکنن. آلترناتیو نه، آلترناتیو ملتی رو نمایندگی میکنه به معنای جایگزینیه. برای رسیدن به خواسته ملی مبارزه میکنه، برای رسیدن به خواسته‌ای که نیاز به رفراندوم داره، یعنی اون خواسته رو که شرط اتحاد با دیگر نیروها نمیده. اپوزیسیون سرنگون طلب میگه من رژیم را سرنگون میکنم که جمهوری بیاورم، یا من رژیم را سرنگون میکنم پادشاهی بیاورم. اما آلترناتیو میگوید من رژیم را سرنگون میکنم که مردم به رأی خودشون دست من رژیم را سرنگون می کنم که مردم در یک فضای باز آزاد بی دغدغه دموکراسی را تجربه کنند و خودشون انتخاب کنند. فرق آلترناتیو و اپوزیسیون. عزیزان، من برنامه خودم رو این هفته یه مقدار فشرده تر انجام دادم، زیرا که یه مقدار حجم کارهایی که ما داریم پیش میبریم زیاده و نیاز به یاری و کمک شما عزیزان داریم برای کارهای اجراییمون، مسئولیت اجراییمون. بنابراین بیشتر از این نمیتونم در خدمت شما باشم و تا برنامه دیگه شما عزیزانو به خدای ایران زمین میسپارم و امیدوارم که شاد و پیروز باشید و هفته خوبی رو پشت سر بذارید. تا برنامه بعد، همه شما را در سلامتی و کامیابی بدید. خدا نگهدارت.